احمد علوی اقتصاددان از استکهلم با ما هستند. آقای علوی، علت افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر به باور شما ناشی از عوامل سیاسی بین‌المللی هست، مثل آنچه که حالا در بنبست سیاسی با در مورد برجام اتفاق افتاده، یا شرایط داخلی اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار داده؟ خب ترکیبی از این متغیرهایی که شما ازشون اسم بردید در این هم نقش داره، به این معنا که وقتی زمینه‌ها و استعداد در اقتصاد ایران وجود داره، به علت کسری بودجه، به علت افزایش نقدینگی و پایه پولی، طبیعی است که این استعداد وجود داره. حالا دولت این رو سرکوب میکنه که فرزند بازار انکشاف قیمت انجام ندهد، اما به محض اینکه دولت کنترلش ضعیف میشه یا اینکه دلایل سیاسی یا عوامل دیگه دخالت میکنه در این فرایند، این افزایش قیمت خودش رو نشون میده. در شرایط فعلی هم دلایل بنیادی، یعنی به اصطلاح همون دلایلی که ذکر شد، به تورمی که الان وجود داره و روزمره است و افسار گسیخته است، باعث کاهش ارزش ریال میشه، این نقش داره. و البته تورم انتظاری، چون چشماندازی نسبت به برون رفت از وضعیت فعلی نیست و الان با به اصطلاح این گفتگوهایی که در شورای حکام هست و این به اصطلاح فرایندی که در اونجا اتفاق میفته، طبیعی است که بازیگران عرصه بازار ارز و کالا قیمتهاشون رو باید ببرن بالا. چرا؟ برای اینکه آینده تیره و تار هست و بنابراین با توجه به شوکهایی که در آینده در انتظار هست، طبیعی است که این بازیگران تلاش میکنن که قیمتهای خودشون رو به نوعی خودشون رو بیمه بکنن و قیمتهاشون رو به شکل زودرس بالا ببرن. چقدر آقای علوی سیاست های دولت رئیسی رو مقصر میدونید در واقع تشدید مشکلات بازار مواد غذایی در ایران؟ با حذف ارز ترجیحی، تمام اون مشکلاتی که به هر حال پنهان شده بود در اقتصاد ایران الان داره خودش رو نشون میده. بنابراین این سیاست ها هرچند مخرب بود، اما در نهایت اون به اصطلاح بخش های پنهان اقتصاد ایران رو به نمایش گذاشت. بنابراین هرچند نمیشه انکار کرد نقش منفی این سیاست ها رو، منتها دلایل اساسی و بنیادی هم در بطن اقتصاد ایران وجود داشته که این سیاست ها باعث شده که بروز پیدا بکنه. و اولین قربانی چنین سیاست فرزن ارز ترجیحی که حذف شده، یا بقیه سیاست های حاکمیت مثل سرکوب بازار یا فرزند مسئله گران کردن انرژی و امور دیگه، کالاهای دولتی، باعث میشه که خانوار و به خصوص خانوار زحمتکش، اونایی که با کارشون با دستمزد و حقوق زندگی میکنن، اونها بیشترین آسیب رو ببینن. حال اینکه لایه های بالای جامعه ایران، یعنی خود فرزند اعضای حاکمیت که به هر حال دارای مستقلات هستند، دارایی‌های ثابت هستند، اونها در این فرایند ثروتمندتر میشن. بنابراین شکاف طبقاتی هم ما شاهد خواهیم بود که افزایش خواهد پیدا کرد. آقای علوی، خیلی کوتاه به اینم نگاه بکنیم که خب فشارهای معیشتی در واقع اعتراضات رو در ایران گسترده کرده. در ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال فرستاده میشه این هر روز دیده میشه. چقدر فکر میکنید راهکارهای دولت رئیسی میتونه مؤثر باشه و پاسخگو باشه به اعتراضهایی که ما میبینیم؟ راهکارهایی که الان حاکمیت به شکل یارانه نقدی یا بسته‌های حمایتی عرضه میکنه یا راههای از این قبیل، اینها نقش مسکن و پنهان کننده رو داره. بیاد بیاریم که الان قشری در خیابان هست که خودشون اینها عمده ترین قلم به اصطلاح سبد هزینهشون از غذا، خاربار و اقلام اساسی تشکیل شده و بیشترین سنگینی تورم هم در این عرصه‌ها هست. و این گروه از جامعه بیاد بیاریم که اینها در واقع خانواده رو تأمین میکنن و اینها کسانی هستند که فرزندانشون که بیکار هستند تحت حمایت اونهاست. بنابراین یک قشر گسترده از جامعه ایران الان تحت تأثیر سیاست‌های مخرب و حاکمیت به هر حال در آستانه ناهنجاری‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داره. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما احمد علوی، اقتصاددان از استو